چهار یک دو سه چهار اوزا چطوره؟ چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار بس که اوزا رو برا نیست سره بردار چهار چهار بس که همچه روبرا نیست یا صدا بردار اصلا حال ندارم بابا اعصاب ندارم بابا 45 دقیقه فیلمو من صدا گذاری کردم خوشگل 5 دقیقه صدای طبیعت من میخوام بگیرم نمیشه هر بار میخوام صدای طبیعت بگیرم یه صدای گوشخراش میاد الان دیدی که باد اومد الان پارکو باد میبره این درخته اونجا بود اومد پسرم تو باید تحمل داشته باشی باید صبر کنی خب بابا کلام میره تو کلام این عاشقانه اخراجم میکنه فقط یه جمله بلده تو زندگیش نتیجه کار مهمه بقیهش دیگه بیگاریه همینو بلده ببین کیانوش تو بچی که بودی ها این ونگ و ونگی که میکردی اون جیغایی که میزدی ها من باید تو رو میذاشتم دمه در قیدتو میزدم خب منم تحمل کردم که تو حالا شدی واسه من یه مهندس بابا باید صبر کنی تو اصلا چی میخوای؟ بابا دید پرنده خوشآوازی بلبلی یه نمیدونم قناری گنجیشکی حداقل نمیدونم یه پرنده که خوشگل بخونه من اونو میخوام صبر کن کیانوش اون بلبله رو خوب اومدی نیست اینجا نیست بلبل تو صبر کن هست صبر کن بابا من نیست صبر کن رضا یا چیه نمیذاری ورزش کنم رضا جون یه بلبل واسه این پسر ما بیا بزه چقدر بامزه از خودش در میاره صدا رو چی میشد مامان منم میومد با این آشنا میشد باید انگیزش باشه دیگه انقدر نگران نباش بالاخره یه روزی میرسه انگیزش پیدا بشه چجوری؟ بابا شوخیت گرفته؟ حال جدی حالا بخوای صدای گربه در بیارم مثلا بیا بابا الان میگه اینو باشه دست ببین بس کن دیگه مسخره بازی در نیار داریم یه دست شطرنگ بزنیم حالتو بگیرم عمرن من همیشه فکر میکردم این زن من از دست کارای من دق کردم حالا میفهمم کارای این بچه هم بی تأثیر نبوده کیش حالا داری چی کار میکنه؟ ببین خب حرکت تو بکن تو بلنشو برو این پیچ اشاق و نشونش بده خیالشو راحت کن بلنشو مورا رو جا به جا نکنی ها مورا آقا جان من همینجوری هم ماتی ریز میبینم بابا ما اصلا نمیبینم مورا آقا جان اون گوشه اون درخت رو میبینی که شاخه شکسته میبیشی سمت چپ میری یه رای باریکه میری تای پارک اونجا یه سری شمشاد و شاخهای درخت همینجوری سر به فلک اینجوری پیچیده تو هم قوس کرده تو هم اینجوری خب برم تو شمشادهای قوس کرده که چی بشه اونجا رو بهش میگن پیچ عشاق ببین اونجا خلوتترین جای تمام این پارکه اونجا تا فردا که چی تا پس فردا تو بیشی همینجوری صدا ذخیره کن صدا جمع کن صدا اون تو بینیس ببینی راست میگی آره بابا من قربونت برم من ممنونم چی شد نگین من گفتم مورا رو جا به جا کن یه عمر کارش همینه فکر میکنه من نمیفهمم اومدم که ماتت کنم بیا بابا بشین ماتی چه اینه بیا چهچه بلبو چهچه بلبو چهچه بلبو اینه چهچه بلبو حالا چی کار میکنی؟ حالا بیا جون اینم رو بیا اینجا اینجا رو میگفت دیگه اشاق اینه همون رزه اینجا رو میگو عجب جایی چه آرامشی وای صدای پرنده ها رو
بلبل. نریا. بلبل جان بخون. نامده فروختنمون نیست، فعلی فروختنمون. به آقا کامبیس خبر بده. برو از این بر، از این بر بریم. کجا رفتن؟ سلام، خسته نباشید. ولی سپیدا بودو بودو بیا. یک سری خلافکار بودن. دشکو من کارم باید بکنم. فقط به من بگو واشقانه چی شد، من میام کامپیوتر رو درست میکنم. شما دست نزن به کامپیوتر، شما دست نزن به من میام درست شد. واشقانه چی شد؟ ماست کالی، ماست مالش کن. آره ماست مالش کن. من چی کار کنم؟ 50 تا برداشت گرفتم. نکن بابا، 50 تا برداشت گرفتم نشده دیگه، نمیشه. خب الان کاری نداری، بعدن صحبت میکنی. بعدن شما دست نزن، دست نزن. شما دست نزن بابا. بابا 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 شما چیکار داری میکنی الان؟ شما الان چیکار میکنی؟ الان داری چیکار میکنی؟ گوش کن، صدای دو تا خانومه دارن با هم صحبت میکنن، ولی صداشون واضح نیست. پدر من، این طبیعت من گرفتم. دو تا خانوم درخت پرنده است، صدای دو تا پرنده است دارن با هم صحبت میکنن. گوش کن، گوش کن کیانوش، دو تا خانومن چه صدای قشنگی هم دارن. تو دستش کن، دارم میگیرم از فضولی. اشتباه دارید میکنید. ولی چشم چشم شما بفرمایید این ور، من پروژه رو تکمیل کنم. هر موقع کنجکاو شدین خواستین ببینید این تو چیه، به من بگید. خودتون دست نزنید. خب خوبه، اجازه میدید الان؟ حاضری؟ آره حاضرم. بفرمایید گوش کنید. چی رو گوش کنم؟ هدفون ندارم که. آه بفرمایید گوش کنید. نه نه الان گوش نکنید، الان گوش کنید. دوشکای پشتکار خریداری، مسی، مفرقی، آلومینیومی خریداری، زیبایی شدنی، جونهایی شدنی. آقا نخندین، ببین دست دادین به دکمه، کار منو خراب کردین دیگه. نه بابا من فقط دیدم اینجا این چه کنجکاو شده. خب الان دیگه لطفا دست نزنین، الان گوش کنید فقط. بفرمایید. بگو ببینم کامبیس چی گفته. هیچی بابا، گفتش که واسه یه ماه دیگه البته، ولی من گفتم با چند روز فکر کنم بعد جواب مثبت. داری اشتباه میکنی ها. ببین اوضاع هر چقدرم که خراب باشه، مثل اینکه از توی چاله در بیای خودتو بندازی تو چاه. عزیز من، صحبت یه عمر زندگیه، چرا داری این کارو با خودت میکنی؟ حداقل یه تحقیق چیزی راجع به این آدم بکن. گفته خونه به نام مامانم میکنه، اینم تحقیق. اون گفتم باور کردی؟ ببین افروز، اینطور که من شنیدم طرف یه جورای پالونش کجه ها، اونگا مسکن داره ها. خب داشته باشه، تو ناسلامتی دانشجوی رشته حقوقی. ببین عزیزم من، اون میتونه هر شغلی داشته باشه، تو کار خلافم باشه. تو بونگای مسکن نمیشه کار خلاف کرد. نه تازه تو میگی 4-5 تا خونه هم داره دیگه بدتر. شما 15 میلیون داری من بدم به صابخونه؟ بابا جون 4 روز دیگه 5 فروردینه، یعنی اتمام قرارداد. بعد از اون من بدبخت که باید ماهی 500 هزار تومن اجاره بدم، یا اون 15 میلیونی که نه من دارم نه تو داری و بذارم رهن خونه جدید. اینطوری حداقل خیالم راحت. آخر عمری سقف بالا سر مامانمه، حالا میخواد پالون یارو کج باشه یا میخواد افتاده باشه، به من چه بابا؟ چه حرفی داری میزنی؟ درسته که من عاشق سینشگه کامبیز نیستم، ولی تو یه پسر خوب با سواد خانواده دار به من معرفی کن که 4 تا خونه داشته باشه و یکیشو به نام مامان من کنه، من به کامبیز میگم. ولی اگه بعدم بزنه زیر همه چیز، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ نمیزنه. چه تضمینی داری؟ تضمینی ندارم، ناچارم میفهمی؟ پول ندارم، خونه ندارم، کار ندارم، پدر ندارم. یه مادر دپرس دارم که افتاده گوشه خونه، یه ماه دیگه هم پرتش میکنن بیرون. تو این دختره رو میشناسی؟ نه خیر. کامبیزو چطور دیدی؟ اونم نه خیر. از برو به جهنم با این کار کردنت. تو کار بلدی اصلا؟ یعنی چی؟
چه میدونم، خب گفت تهیه مسکن داره دیگه. چرا این حرفای زشت رو به من زدن؟ چرا؟ یه بایدونم چی گفت دقیقا؟ دلم بخواد داد بزنم. این پسری دست پا چلفتی از اون موقع تا داره من تو رو بر رو بر نگاه میکنه. اون اصلا ما رو این پشت نمیبینه. چیکار مادر تو هم گیر دادی به این بدبخت؟ رو جمع میکنه میره اصلا. تا میبینه بلد نیست کیفش رو جمع کنه. برش کن تو رفت. اینه ولی یه چیزیش هست. اینه الانا سلام خوبی؟ هیچی داشتم این کارتای مسکن نگاه میکردم. بگذاریم فردا بیکاری؟ ببین آخه من بعد دانشگاه حتما ببرم خونه ببینم. گفتم اگه تو هم بیکاری بیای همون ساعت همیشه که پیچه اشاق. پس میبینم فعلا خدافظ. باز که غذاتو نخوردی مامان جون؟ اشتها ندارم، نمیخوام. حالت بدتر میشه ها؟ قرصمو بده. به جای اینا پاشیم بریم بیرون یکم هوا بخوریم، یه لقمه غذا بخوریم، بریم یکم آفتاب به سرتون بخوره. خب حالا پارک به این خوبی دمه خونمون داریم ها. شد این خانم هاویشام. فلم کن افروز. به خدا صبح تا شب همه خانمای همسن و سال شما دارن تو این پارک میدونن و تفریح میکنن. شما همینطور چسبیدین به این خونه. سالم بشم که چی بشه؟ من عمرمو کردم، حالا دیگه نوبت شماست. آدمای عصبی میشن که کم آورده، من نباید کم بیارم که. چرا عصبی بشم؟ خیلی خونسرد، خیلی خونسرد. میگم خانم محترم یه لحظه وقتتون رو میتونم بگیرم؟ خیلی بیادبین، من ایکبیری نیستم. خونسرد بشه میگم حالش جا میاد. ها اینجوری تو موزه قدرت کم نمیارم. آره فقط ببینمش با پیداش میشه که ببینمش. چرخ چشم. تو مثلا سرپرست صداگذاری و تدوین این شرکتی؟ آره آخه این صدای شبغم فروشی که گرفتی اصلا چه ارتباطی به فیلم من داره؟ ها چه سرخیتی داره پسر؟ به جای این کارا یه ذره درک تو ببر بالا، یه ذره این مغزت کار بکش. لیاقتت همینه مردی که همینم از سرت زیادیه دیگه. آقای باشیخانی تکرار نمیشه، سعی هم میکنم و مطمئن باشین درستش میکنم. بله تکرار نمیشه، سعی میکنم درست میکنم، اشتباه کردم. بابا چقدر از این حرفای تکراری بشنوم من. عزیز من یه ذره کارتو جدی بگیر. خطسم کردی بی سواد دروغگوی فریبکار. همه میدونن تو حتی دیپلم هم نداری. اون وقت به خودت میگی مهندس؟ ارزه داشتی خودت این کارو میکردی. حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. من خواهشی داشتم یه زمان کوچولو به من بدین، من اینا ردیفش کنم. ببینم یه هفته چطوره؟ خوبه؟ کمه یه هفته. کمه. کم. شش ماه چطور؟ شش ماه خوبه. نه شش ماه خوب نیست. کمه. یک سال باشه خوبه. یه سال از این از عالیه که آدم دیگه به آرامش دل میده به کار. دل میده به کار. و یه سال خوبه.
تا فردا آماده نشه اخراجی. چه؟ کوری مگه یابو؟ میدونی یابو یعنی چی؟ آره یعنی خر. دقیقا درست. بچه پر رو چی عزیزم بشم؟ اگه اجازه بدید یه کار کوچیک انجام بدم و بعد بریم. خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. ببخشید. جوان سلام. سلام آقا. سلام. سلام آقا. سلام جوان. غذا که نخوردی؟ نه آقا، بهت میخوریم. براتون آوردن، از صندوق بردارید. مرسی آقا. این جعبه دسر بعد از غذاست. سهم بچه ها رو میدی، بالا هم نمیکشی. این کار رو کنی سر کارت با حشمت ها. جاش آقا. بودو برو. همیشه به این بچه ها غذا میدی؟ اگه به حساب ریاکاری نذاری به غیر از اینا بازم هستم. یکی از دوستای قدیمیه به پول نیاز داشت، گفتم یه کمکی بهش بکنم. مرد سوی ملمت کجایی؟ دو ساعت منتظرتم. خواهش میکنم یواشتر آرومتر قرمون بدم. بله دیگه، منم جای جنوالی بودم بازم تو پیشو. جبران میکنم، جبران میکنم. چی رو جبران میکنم؟ تو پاک آبری بودم. برات یه باکس 24 تایی میارم، پولشم مهمون خودم، اصلا نمیخواد بدی. آقا اینم بگیر، اینم بگیر. خانم مرد سعیده. مهندس جان، با اجازتون. خوشحال شدم. قربون شما. آقا به امید خدا. از شما در نکنم، ممنون از این کار ما راند افتید. زنده باشید، انشالله خیلی شده ببینیم. آقا خبر نداشت. برو خیلی ممنون. برو انشالله که خیلی ممنون. زنده باشید، قربان شما، خدا حافظ. آقا دست در نکنه کاریم بابا راه انداختید. سلام. چهار پنج ما بود این بدبخت بیچاره به خاطر وامش معطل زامن بود. آقا جون کار مهمی نکردم. آدم هر کاری از دستش برمیاد باید برای مردم انجام بده، حتی اگه این کار خیلی کوچیک باشه. خب کیانوشان تو چیکار کردی؟ کارمو به موقع انجام ندم، اخراجم. ببینم دختره رو پیدا کردی؟ نه خیر. آقا رضا تو کامبیز میشناسی؟ چیکار است؟ میگم تو کار خونه و اینجور چیزاست. بسازو بفروشه؟ نه بونگاهیه، جوونم هست. کامبیز بونگاهی جوون؟ نکنی کامبیز دلاره میگی؟ همین که اونوری میدون بونگا داره. نمیدونم دوتا نوچه داره، حشمت و فری. بی ادبای بی تربیت. ای جونم آقا اشمت، بگو بهش دیگه. به آقا اشمت فرمودم با کی بودی گفتی بیادم؟ خب چیکار کنیم؟ دستشوری دور بود. آقا اشمت فرمودن اشکال نره اینجا انجام بدیم. نه نه نه، من با شما نبودم، من با دوتا خانم بودم. شما ماشالله هر دو آقایی. عرض کردن ماشالله شما آقایی، اشکال نره. ای جونم آقا اشمت. نه آقا اشمت فرمودن چی داری بخوریم؟
نه چیزی ندارم، ایناست که اینا هم وسایل کارمه، باید برم سر. آقا اشبد عرض کردن چیزی نداریم، وسایل کاره. فری جونم آقا اشبد خوب بگردید، احتمالا دارید، خوب بلا خودم میگردم. چشم فری جونم آقا اشبد زود باش. خوراکی؟ فری؟ آدامس. فری بلکن، فری 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 بلکن، فری زور نگو آقا اشبر. فری اون ساندویچ من نسکن، ساندویچ که نمیدی باری نسکن، نسکن بکرهای. میگم من هیچ فکر نمی کردم که اینجور آدم ها با این همه مشکلاتشون توی این پارک باشن. چرا آدم های مثل بابای من؟ نه بابا جا، مثل این دختر افروز. چرا نباشن؟ خب ببین این دختره، ببین نگاه کنید چقدر مشکل داره. مشکل مسکنش هست، دانشگاهش هست، مادر مریضش هست، نمیدونم صابخونه بدجنس هم که پیدا میشه بالاخره. خب این چیکار کنه؟ تحت فشار قرار میگیره، نسنجیده میره ازدواج میکنه، دلو میزنه به دریا. خب چیکار کنه؟ صاحب کنم تو اگه در مورد خواهر خودت هم بود همین جوری اصلا نظر میکردی؟ آره بابا جون راست میگه دیگه. چی داره میگه؟ خب چه میشه کرد؟ شما 15 میلیون جور کن بده بهش، بده به صابخونه‌اش، یا اینکه بگرد یه شوهر براش بده کن، کار دیگه میشه کرد؟ نه میدونی مشکل چیه؟ باید پول دار. نه مشکلی که ما نمیدونیم این دختره کی هست، از کدوم خانواده هست. آقا جان این حرفا رو ولش کنیم دیگه، فعلا برسیم به قضامون دیگه. بیا آقا جان سالت به این خوشمزه شده. آقا دست باقی خوب شده؟ خوبه خوبه خوب خوشمزه با قلب بخورد ببینم میخواهد ده بخواهد. تو این پارک؟ پارک مال آدمای بیکاره. اقلن روزا که خونه این پرده ها رو بکش کنار یکم آفتاب بیاد تو. تو جوونیم بنز کافی آفتاب بهم خورده. وای وای وای. من فکر میکنم که این دختره پدر نداره. آره کش کردی. میگم که خب اگه پدر دختره پدر نداشته باشه، تو با مادرشون یعنی تو میتونی با یه تیر به تیر ستو نشون بذاری. یعنی چی؟ یعنی کار شرعیه دیگه، هم شرعی هم قانونیه. تو با مادر دختره دیگه. آقا جان درست نیست در مورد مردم آدم اینجوری قضاوت کنه که شاید خانم فرده شد همسر آینده. بابا درست میگه دیگه، بابا درست میگه. درست ما نمیشناسیم ایشو، چی داری میگی؟ من فکر میکنم که خونش دور و بر همین پارک است، یعنی هم محلی خودمون باشه. من فکر میکنم. چرا؟ آره چرا؟ چرا برای که چی؟ چرا دور و بر خودمون دیگه. من میگم که اصلا بیا یه کاری کنیم. نه دوباره شروع کردی، دوباره نداریم. بابا جان من دارم پیشنهاد میخوام بدم. یه پیشنهاد هم برای شما خوبه، هم برای کل بشریت. آقا جان تو پدر؟ خب من پسر. تو پسر. خب چی میشه؟ تو میری مادره رو میگیری، اینا میره دختره رو میگیره. بابا چی بشه؟ با هم میشه باجنا. ربطی داره باجنا؟ این نیست که. چی میشه؟ دو تا آدم برن دو تا خواهر رو بگیرن میشه باجنا. خب ببین تو اگه دختر زن مادر رو میگیری، تو هم دختره میگیری، تو میشی داماد میشی. داماد این اینا میشه پدر زن. ربط کو نمیمیری. بابا تو چیه من میشم؟ ببین من هم میشم پدر زن تو، هم میشم شوهر شوهر زن بابا و پدر زنم. بعدم منم میشه من پسرش، هم داماده. نه بابا جانم تو میشی داماد این، اینم میشه پدر زن تو. بعد زن تو میشه عروس این. بابا حالا این معادله ریاضی، بعد بچه تو هم میشه چی؟ بابا حالا چرا معادله ریاضی هم بابا چیکار کنم؟ بریم ببینیم دختر رو بجیم. خب چیکار کنم؟ نه بابا دختر رو صبر کنی. چیکار کنم؟ من یه پیشنهاد دارم. خب بگو ببینم. من میگم فردا میریم پارک.
شما وسایلتون هم با خودتون بیارید. وسایل ستارو. آره. میارین اینجا دورا دور. من میرم یکی یکی رو این نیمکت‌ها با این دخترا و خانمایی که تنها هستن صحبت میکنن. سر صحبت باز میکنن. بعد شما هم ضبط میکنی هر کدوم که صداشون شبیه صدای اون بود خود خودشه. پیداش میکنیم دیگه. آره. خوبه. پیداش میکنیم اون وقت منم تلافی میکنم به خاطر حرفایی که بهم زده. همه چی ول کردی به امون خدا؟ هرچه پیش آید خوش آید دیگه. تو رو خدا ولم کن افروز، شده یه روز به جون من غر نزنی؟ شده یه روز نخواهی من رو به زور از این خونه بکنی بیرون؟ اینقدر از قیافه من خسته شدی؟ مامان ناراحت نباش، چند روز دیگه که صابخونه جوابمون کرد اون وقت من میرم خانه سالمندان و تو هم دانشگاه بهت خوابگاه میده. تا فروردین چیزی نمونده. مامان چی شد؟ درست شد؟ آپاله مقای هوا کنی زود بشتی بابا. آماده است بابا؟ ببینم چکت کنم میکروفون تو درسته؟ آره خب. من چی میکروفون تو میکروفون نداری اون میکروفون دار. با همین خانم شروع کن. همین دیگه ها. تو کجا میاد؟ نه بابا تو تنها نمیتونی. تو کجا؟ بشین کمکش کنم بابا. خانم سلام. سلام علیکم پدر جان. خوبی؟ چطوری؟ بد نیستم. دو مجایی میگردی؟ چیزه؟ آدرستو گم کردی؟ نه. آخه بابای من تو همین سن دچار فراموشی شد. البته تقصیر خودش بود. انقدر رفت و اومد انقدر گفت داد که دلیل مامان بیچاره اصلا اینجا شه. آقا اینجا اصلا داغون شد. آقا گذاشت من... تقصیر خودش بود دیگه. انداختنش فراموشی گره. ما هم که دیگه نتونستیم نگاش بردیمش سالمند. تو رو از خونه انداختم بیرون. آخه میخوام بفرستم سالمندان. بچه‌ها همینن دیگه. بیا بیا. خیلی بد بودم. من میدونم، درک میکنم. الان میرم ملاقات بابا میبینم چه جوری درد میکشه میبینم. ببخشید خانم معذرت میخوام، من اشتباه کردم. ببخشید. کجا داری میری ما الان؟ کجا داری؟ من موقع ورزش یه خانم رو میرم هر روز میاد اینجا میشینه. حرف میتونه بزنه، من صداشو میخوام. پس لاله راست میگه دیگه. تا حرفو خوبه میگه. خوبه آماده است. فقط ضربه نخوره میگه. هسته؟ آره. خانم سلام عرض کردم، میشه یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم من؟ بله جرشه جانی جانه جانه یه ببینه خوبه چیکار داره؟ خیش تفلک چه تنهام هست. ببینم دستگاه آماده است دیگه. بله آقا جان آماده است. من از اون سوال کردم. من بلدم بیه، من میدونم با چکه بارم. بابا میکروفونم آماده. بله اینم آماده. یک دو سه برو. همون رزه با شما نبود، با من بود. من باید بگم بله آماده است. خیلی خوب برم. من بفرمایید من آمادم. ببین این دفعه اگه خراب کنی خودم جاد میرم. خیلی خوب بابا باشه. بابا رفت. صبر کن بابا. رفت به گوش باش. آمادم به گوش باش. ساکت لطفا. صدا میگیری؟ صدا رو صدا میاد. صدای بابا میاد. صدای خواهد صدا نمیاد. قطع و وصل میشه. صدا بابا که صحبت میکنه صدا میاد. دستگاه کار میکنه. خانومه که صحبت میکنه دستگاه قطع میشه. اتصال صدا نمیاد. عجیبه همچین ایبی تاله دستگاه نده. صدا نمیاد. ببین میده چه چیزیه. بابا که صحبت میکنه دستگاه کار میکنه، بعد خانومه که صحبت میکنه دستگاه خراب میشه. یعنی صدای خانوم همچین ایبی ما نداریم تو الکترونیک و تو داری صدا رو؟ نه من صدای بابا رو که داری؟ بابا که صداش اون بر صدای بابا میاد؟ از اینجا این بر صدای بابا میاد؟ آره اون بر صدای بابا میاد؟ میاد. ببینم اینو بگی. بابا الان صدای بابا میاد. بابا چی میگین بابا؟ صدای بابا نیست بابا جان. صدای بابا میاد. متعظیم نمیاد از اینجا شما. بابا این خانوم نتونست حرف بزنه نه حرف منو فهمید.
شوهر اولیه رو براتون بگم. دکترها گفتن سکته قلبی کرده، ولی سکته نکرده بود. من میدونم بختک افتاده بود رو سینش از بس که چش چرون بود. نامرد، نمیدونین با زندگی من چی کار کرد. شوهر دومی رو براتون بگم، گوش میدین به حرفم؟ میدونم که گوش میدین به حرفم. شوهر دومی من یرقان سگی گرفت، تیل سگ دل روده هاشو در آوردن دادن به آدمای دیگه، یه پولی هم گذاشتن کف دست زن اولش. من چی؟ هیچی. به من هیچی نرسید. ولی شوهر سومی رو براتون بگم، راننده ترانزیت بود. این ترانزیت کار میکرد و یهو زدن و خانم اینجا من برای تو بگم دزدیدن اینو، بردنش آلمان. ای چه جالب، شما با این سنتون خجالت نمیکشی؟ من منظوری نداشتم که. چه جالب، خیلی خوب. پاپی حالا رابطه بگیرش. اندازی همش بیا بیشه بیو آفن بیا 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 بچه جو بیا 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 بچه بیا 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 بیا. اگه فکر میکنین من جای خالی مامانو احساس میکنم، همچی چیزی نیست. من همیشه فکر میکنم مامان کنارمه، همیشه فکر میکنم هست، اصلا مواظبمه، مواظب شما هم هست. خب درسته بابا، من درد دلم که میخوام بکنم، دوست دارم فقط با مامان درد دل کنم. شاید ظاهرن نیست، ولی یه جورایی احساس میکنم صدامو میشنوه. شاید نمیتونه جوابمو بده، ولی همین که صدامو میشنوه برام کافیه. بابا دوست ندارم با زن دیگه درد دل کنم. ببین کیانوش، من بهترین سالهای زندگیمو با مادر تو گذاروندم، اما حدود 23-24 سال از اون روزا داره میگذره. من یواش یواش جای خالی یک زن تو زندگیم حس میکنم. منتی هم سر تو نیستا اصلا. تو ببین، من تمام خاطرات مادر تو رو تو اون خونه حفظ کردم، تمام یادگاری هاش رو نگه داشتم که تو بزرگ بشی، برای خودت کسی بشی. حالا هم که شدی ماشاءالله بزرگ شدی، مهندس شدی. بابا جونم، ساندویچ میخوریم؟ آره عزیزم، گوجه شو بگو زیادتر بذاره ها. چش. بابا شما بشین رو صندلی پیچ اشاق، من الان سلیم میخرم و میام. باش مواظب اینا باشین. باشه باشه، خیال راحت باشه. دیگه پولی نشید، دیگه پولی نشید. برو بچه داره گریه میکنه. فری فری آقا کمبیز، شما خجالت نمیکشید بچه ها رو دارید اذیت میکنید؟ سلام کمبیز خان. اینجا چی کار میکنی؟ گوشت خیسه؟ خوشکش کن، دود باش. بده تو پا ببینم. چشم ببخشید. نوکرتم آقا کامیز، ببخشید. کار آماده است، داره تموم میشه، رو به اتمامه. خیالتون راحت، من قول دادم دیگه تا فردا آماده است. الان مشغول کار بودم، همین الان شما زنگ زدید. سلامتا سلام. خوبی آدمو خوبی خوبا ساترا بالاخره رفت کلاس بدنسازی. کسافت. آره فقط اون تو قرصا یه وقت واسش مشکل ساز نشه. آقا بری داشته باش. ببینم تا حالا دیدی آقا اشمان جنس بد دست کسی بده؟ هیچ وقت، هیچ وقت. هارنولد رو میشتستی؟ هارنولد نه آرنولد، همون هارنولد. بی خودی اون ریختی نشده که آقا اشمان ساختتش که اونجوری شده. تازه آقا اشمان ایزه بفهم خود ما رو دیدی هیکلو؟ فیگور بگی ببینم. بسته دیگه، حالم بد شد. حالا چقدر میخوای؟ مثل همیشه. خسته نباشین، همون مزاحمش بریم. ببینم من قبلا تو رو جایی نیدم. شما ها آقا کامبیز رو میشناسین؟ فروختیم بگه ده اولی.
بعد غیر از آدم چیز دیگه هم میفروشین؟ گفتی چی؟ چی میخوای؟ گفتم غیر از آدم چیز دیگه هم میفروشین. آیا میفروشین؟ بله بفروش بهش. بله هم بچ بگیرش. تو نگران نباش، من خودم درستش میکنم. من زنگ میزنم بعد. بابا غذا کجایی بابا جان من؟ من میخوام برم به ورزشم برسم. چرا دیر کردی؟ بازم باید برم. ده بازم که داری وسایل جمع میکنی، خبریه؟ بابا میخوام بدونم واقعا کار من به درد مردم میخوره یا نمیخوره. ببین کیانوش جان، اصولا استراق سم بدون حکم قاضی خلافه، حتی اگه این کارو پلیس انجام بده. میدونم ولی مراقب هم نترس. بابا یه چیزایی دستگیرم شده، هم به درد من میخورم به درد شما. حالا بعدا بهتون میگم. سهم من نخوری؟ نه برو نخوری نه. برو خیلی خوب باش. یه دونه خریدی؟ شلوغ بود میگم، یه دونه هم به زور بهمون رسید. اینو باز کن. آقا اشمت پما چی؟ تو بیا اینو بخور. این که بگو سرش کن بیاد، سرش کن بیاد. ای جلو با منی؟ جانم الو. بله میخوای خوب شی؟ منظورتون چیه؟ حالت خوب شه یه چیزی بهت بدیم. آقا اسمت داره حالت خوب میشه. شما دوتا مثل این که حالتون خوب نیست. آقا اسمت فهمید معلم و قربون. حالا چی بگیره؟ این دفعه رشید جانو چی بگیره؟ سلام. ببخشید شما گرسنه ای؟ نه خیر. پس شما رو نیمکت ما نشستیم. روی نیمکت چیزی ننوشته که. یعنی آخه همیشه من و دوستم با هم میایم اینجا میشینیم برای همین. آها ببینم شما ساندویچ میخوری برای دوستت هم هستا. یعنی شما نمیخواین از اینجا پاشین. ببینین من اینجا منتظر پسرم هستم، شما هم لطف کن بیا بشین. اگه دوست شما زودتر اومد خب من بلند میشم میرم، اگه پسر من زودتر اومد خب شما برو. قبوله. ساندویچه چی میشه؟ خب شما که پولشو ندادی که. خب شما اونش دیگه چی کار داری؟ بفرمایید. فری بستوک جوونه رو. سلام چکر آقا محمد چند ساله دادگون؟ بده بشمت بده فری بده اشمت بده فری برو 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 برنسا. از اون مرغوباش دادی بهشون؟ اینجا رو همه رو آباد کردیم. راستی؟ داشتم میگفتم بلش کن راستی باشی رو، من نوکر کامیزم به خاطر این داستاناش. راست آقاش من حالشی داری؟ یه تو که پا بریدم بانگاهی اون منطقه رو بسنجی خوبه که اگه پارتی ماتی را انداختیم بتونیم اونجا رو بسکی ما کارشو داشته باشیم. شیطون بلا گرفتیم آقاش من امروز بعد از زور میرم، وقتی یه دوست مشتری دارم تو پارک آقا کامبیز گفته راش بندازم، گوش میدی؟ وقتی راشون انداختم میرم این یاری رو ببین. آخه چرت مرغوب میزنه، بی خیال بیا بریم. <تص->
موفقیت آرزو. ما تو آسمونا دنبال شما میگشتیم، تو زمین پیداتون کردیم. من واقعا نمیدونستم ایشون پسر شما، فکرم از همین علفای تو پارکن. غلام شماست. اختیار دارین. واقعا بعد ازش معذرت خواهی کنم بابت اون حرفای. من جای شما بودم اصلا سعی میکردم باهاش روبرو نشم. چرا؟ برای اینکه بسیار آدم بد اخلاق و خشنیه، مخصوصا بفهم ساندویچش هم خوردی که دیگه اینجا خون به پا میکنه. ببخشید بهتر من برم. پس وقت من بگم ساندویچشو کی خورده؟ من خوردم. آخه من چی کار کنم؟ هیچ. شما حرفای منو گوش کن، سعی کن باهاش روبرو شدی با نگاه‌های عاشقانه، حرفای محبت‌آمیز، دقیقاً با حرفای قشنگ باهاش روبرو بشی. حرفای قشنگ با پسر شما؟ نه، گوش کن ببین، اینجاست که شاعر میگه از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مر... داره میاد، داره میاد. ببین اصلا نترس، واهمه نه، اونایی که بهت گفتم و اون حیله هایی که یادت دادم یادت باشه. چیزی بهتون میگم ها، گوش کنی، مادرش هم به خاطر بی‌عرضی های این بچه دق کرد و مرد. بله مشخصه. ای آناهیتا، افروز این همون پسر اکبریانس؟ بله خانوم، پسر بنده است. بله. اسمش کیانوشه، فارغ التحصیل رشته سینما و صداگذاری. یک. حالا چرا به این روز افتاده؟ چی میدونم بابا، اینم حالش مثل این آب و هوا خرابه، یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، دو دقیقه دیگه دیدی برف. نه خیر خانوم، عشق، عشق آدمو به این روز میندازه. آقا این حرفا چیه میزنین؟ این بیچاره اینقدر زود قش کرد اصلا فرصت عاشقی پیدا نکرد. بی خود نیست به اینجا پیش عشاق میگن. خب حالا شما خانم ببخشید یه کمی شعر این آب بزنین صورتش حالش خود جا بیاد. خودم میریزم. باش خانم، این که افاقه نمی کنه، بدش به من. خوشو بابا، خوشو گند زدی به همه چی، خوشو خراب کردی، بلند شو. دروغ نمیگه که پسرم که. شما هیچ مدرکی نداری، فقط میخواین مردم رو خراب کنی. بابا اینا نوچه های آقا کامبیزه، من صداشون رو ضبط کرده بودم. چی شد؟ آنایتا بیا. چیه؟ آنا جان من با کامبیز قرار دارم، دیرم هم شده، میشه بری پیش مامانم تنها نباشه؟ باشه میرم، ولی ببین اینا هم دارن میگن کامبیز تو کار خلافه، تو چرا نمیخوای بفهمی؟ اینا که دیگه من نیستم که به تسودی کنم. باشه بعدا در برش صحبت میکنیم، انا خیلی کار دارم. ببخشید آقایون، خیلی خوشحال شدم از دیدنه تو. خود حافظ شما. ما هم همینطور. افروز ببینم. بله. شما خودتون شنیدین؟ بله خانم. بله. من ضبط کرده بودم، نمیدونم چی شده، نیست صدای نیست الان. باشه قبول دارم، حالا که شما هم به جز من نگران افروز هستیم، پس بیایم با هم توی جبهه باشیم. هستیم. تو زیاد نزن با این صدا ضبط کردنت. اشته دیگه جلو مردم. من خیلی خوشحال هستم که امروز با هم هستیم. بله منم همینطور، دارم لذت میبرم. بستنی تو خوشمزه است؟ بله خیلی. بشه دقیقه اینجا استراحت کنیم؟ بله بله بفرمایید. من سر و پا گوشم. والا من به پیشنهادتون فکر کردم، حرفی ندارم، فقط چند تا شرط دارم. اون که حله. نشنیده؟ بله من جز جزش فکر کردم. شرط اولتون حتما اینه که دوست داری مادرتون با ما زندگی کنه. بله منم یه خونه میگیرم، یه سند رو به نامشون میکنم. شرط دومتون هم حتما راجع به ادامه تحصیلتونه، که اصلا من بابت این قصه مشکلی ندارم، من اصلا دوست دارم شما دکتر بشید. من دکتر قرار نیست بشم، وکیل قرار. همین قاضی، انشالله که قاضی زندان بشید. چرا؟ برای اینکه برای خودم امنیت داره، برای خودم امنیت داره. شرط سومتونم حتما راجع به مسائل مالی اعتباری زندگی که کلا در اختیار شما قرارش میدم. بله
در اختیار شما قرارش میدم. بعد یه دونه مهمونی کوچولو میگیریم، یه خونه میگیریم. مهمونی که تموم شد نامزدی ما رو به همه اعلام میکنیم. شرط دیگه یه مونده؟ رضایت مادرم شرط اصلیه. شما بهشون گفتین؟ امشب میگم. امشب به حتما بهشون بگید. باش. اینجام طرف. چی شد یهو؟ سلام، بسره بخوریم. چی شد؟ من میگم اگه امکان داره که از اینجا بریم، اینجا اصلا فکر مونم محیط خوبی نیست. پدرتو نگران میشنم. من پدر ندارم. همین مادرتون. سرزاد بفرمایید خونه رو نشونتون بدم. خونه رو فقط یه مقدار آروم‌تر برید که دورتر از اونا باشه. منم دا خواستم شما منو برسونید خونه افروز که همونجا رو یاد گرفته باشین. همین که توی راه هم با هم صحبتامونو بکنیم. ما در خدمتتون. بفرمایید. من فکر میکنم اگر مشکل خونه افروز حل بشه، از یه طرف خیالش بابت فریبا خانم راحت میشه، بعد از طرف دیگه هم مسئله ازدواجش با کامبیز دیگه منتفی شده. کامبیز با من درستش میکنم. فریبا خانم هم به عهده من، مسئله خونه شون هم خود من حلش میکنم. وای اگه اینجوری بشه خیلی خوب میشه، روحیه افروز خیلی بهتر میشه. روحیه افروز خانم که خوب بشه همه چیز خوب میشه. ببینم شما فرمودین که فریبا خانم چند سالشونه؟ من فکر میکنم یه 7-8 سالی از شما کوچیکتر باشه. ولی شما اینقدر عجله نکنیم، بذاری یه چند روزی حداقل بگذره. تا الانش هم خیلی خانم دیر شده. من خودم فردا صبح میرم در منزلش. اون چیزی که الان بیشتر اهمیت داره اینه که ما چهره کثیف کامبیز رو به افروز نشون بدیم. میگه من بهش حسودی میکنم. آخه من به چی اون میتونم حسودی کنم؟ آره منم شنیدم، خیلی بد حرفیه. من این قضیه رو با فریبا خانومم مطرح میکنم. حرف بدیه. همینجاست، این خونه است. کدومی که منزلشون؟ این زنگشونه، دست راستیه. اونم پنجره بالکانشونه. آخه فقط لطفاً صبر کنین، دست به هیچ کاری نمیزنین تا من باهاتون تماس بگیرم. یادتون نره ها. نه شما هم یه محبت کن که در مورد من یه صحبت مختصری با ایشون بفرمایید. باشه چشم، حتما. منم یه خواهش داشتم و قابل نداره. خواهش با وسیله کارمه. کیفمو ندادین؟ ببخشید شرمنده، من دیرم شده، باید برم. خداحافظ شما. خداحافظ. بابا خونهشون یاد گرفتیم دیگه، بی بریم بابا. بریم دیگه. مامان جون، میخواستم با هاتون راجع به یه موضوعی صحبت کنم. آنایتا دیشب یه چیزایی به هم گفت، من که نمیفهمم. آخه شما که اونو نمیشناسین. اتفاقا میشناسم. آنایتا به هم گفت که زنش 24 سال پیش مرده، یه پسرم داره، خونش هم 4 تا خیابون پایین تره. زن و بچه داره؟ تا دیروز میگفتن خلافکاره، حالا میگن زن و بچه هم داره. حسودی تو چقدر واقعا؟ من نمیدونم. پاشو این پنجره رو ببند، پردرم بکش. تو نمیخواد، خودم میرم. داشتم خدمت خواهرتون عرض میکردم که مادرم هستنش شد. اصلا بهتون نمیاد. لطف دارید. ببینید داشتم عرض میکردم که گل هر چقدرم کم باشه احتیاج به آفتاب داره. همین گلای ریز و سفیدو ببینید، به اینا میگن گل عروس. اما با همین کوچیکیشون و عمر کوتاهشون انقدر از خودشون عطر و بو و لطافت و زیبایی نشون میدن که همه رو مجذوب خودشون میکنه، که بهشون میگن عروس گلها. اگه قرار باشه که هر گلی چون عمرش کوتاهه از غنچه در نیاد و عبوس باشه، که دیگه اصلا دنیا ارزشی پیدا نمیکنه. که چه تمثیل زیبایی. بله
ولی شما مادر من نمیشناسین. ایشون حاضر نیستن پاشون از خونه بیرون بذارن حتی برای یه لحظه. بونگا هم هست اینجا، آقا رضا هماهنگ کرده. ایشالله که خونه هم درست میشه، شما هم نگرانی در میاد. شما جای این افکار بد چیزای خوب رو جایگزینش بکن. مگه چیزای خوبم تو زندگی هست؟ مست که شما خیلی وقت تو آینه به خودت نگاه نکردی ها. همان از زبون شما آقای رحمت. به من بگیم کیوان، بفرمایید، بفرمایید. گل نشونی عشق و علاقه من به شماست. دست شما درد نکنه، عجب گلی. آقا برای چی من باید عاشق تو باشم؟ افروز خانم، این گل نشونه عشق و علاقه من به شماست و صدام داره میلرزه. خیلی راحت، خیلی راحت. افروز خانم، این گل ها بیانگر عشق و علاقه من به شماست. از من بپذیر. بیانگر چطوری؟ خوبم، اونم خوبه، اصلا خوشحال، خدا باورم نمیشه یه روز از این رو به اون رو شده. افروز عزیزم، شام حاضره، بیا. شام؟ میدونین چند وقت شما غذا نپختی؟ شنیدی؟ مامانم غذا درست کرده. باشه، بهت زنگ میزنم. خدافظ. ببین منو به چه کارهایی وامی داری؟ مگه چه اشکالی داره؟ ما که چیزی به هم نمیگیم. خب آخر یه افروز بفهمه من کلی خجالت میکشم. ببینم این حرفا کدومشون خجالت داره؟ خب آخه با خودش نمیگه مادرم آخر عمری این چه کارهایی میکنه؟ دوست داری چی بگه؟ بگه مادر من آخر عمری انقدر زل زد به سقف تا دور از جون مرد؟ کجا رفتی؟ گوش نمیکنی حرفای منو؟ خونه دار، بچه دار، زار زنبیل آده بیار، انبه یا شیرین دارم، بیا پایین خانه رسیده با شیرین، ببار ببر. آقا خیلی ببخشید، چند لحظه میشه خانم مقامی یه چند لحظه تشریف بیارید در پنجره. خانم مقامی، کیوانم، تشریف بیارید. سلام خانم، گل انار هندبونه، باغ داوود چه انگوری، تشریف بیارید پایین، منتظرم. خواهش میکنم، بفرمایید.
دیوونه. چیزی نمونده که دیگه رسیدیم دیگه. آها بیا بابا عوضش خونه خوب درجه یک آپارتمان شیک. میگم اونجا خوب بگرد. به میتونی یه مورد خوبی واسه رفیق ما پیدا کنی؟ سلام خانم. سلام علیکم. سلام آقا چه کنم؟ حال شما خوبه ایلا؟ چه عجب بابا؟ میگم از وقتی که عاشق شدی دیگه ما کمتر زیارتت میکنیم. گرفتاریم دیگه. چیکار کردی آقا رضا؟ والا خانم شما خوبید؟ ممنون. من با صاحبخونتون صحبت کردم. اتفاقا طرف پسردائیه. بابا یکی از دوستان قدیم منه. آقا جان به هیچ سراتی مستقیم نیست. میگه مرغ یه پا داره. ببخشیدا خب ملکشه مالشه اختیارشو داره. میخواد گرون اجارش بده. نمیتونیم که زورش کنیم. البته خانم همه چیزم پول نیستا. چی شد؟ چیزی به دیگری؟ این کارت باشه خدمتون. چیزی بود که خدمتون تماس میگیرم یا شما تماس بگیریم ماما. باشه. البته رضا جون شما ده. به فکر ما باش. ما حالا موردهای دیگر هم ها یه نگاهی میکنیم. باشه باشه. ما که از کار زندگیمون به خاطر تو زدیم داریم دنبال کار تو هستیم. تا یه فکر و حال ما کن دستی بلند کن چهار تایی اقل این برابر بریم بابا. طرف مادر بزرگ نداره. اینه باشه میبینیم هم دیگر رو. آره بابا از این رو به اون رو شده. دیدی بهت گفتم افروز تو همش نگران بودی. چه میدونم صبح پا میشه میره پیاده روی گردگیری میکنه فیلم میبینه برای من تعریف میکنه از خوالی. صدای چی بود؟ نمیدونم فکر میکنی صدای چی بود. بیا بریم ببینیم صدای چی بود. خانم فکر کنم خرگوش باشه. نه یکم گنده تر از این حرفاست. پس سگی چیزی؟ نه بیشتر شبیه شامپانزه است. بالاخره حیوونه دیگه. آره دیگه حیوون نبود من بودم. ایما شما بودی. دارم کار. ای با خاک تو سرم یه شاخ گل ده سانیه بیشتر وقت نداری. گل میکنی؟ گل میکنی؟ بایستا بینم گل میکنی؟ بایستا بینم بایستا بینم گل میکنی؟ این ماهیه رو میخرم تنگشم مال خودم. نه خواهش میکنم دست نکنی تو تا میمیره ماهیه. صندلی میخرم وسیله کارمه دارم باش کار میکنم. اینم مال خودت چالیه بدم ببرم. آقا آقا اون فروشی نیست. من شما رو آوردم اینا رو به شما بفروشم. با اون بعد چیکار داری؟ این آشغاله رو که دیدن. این آشغاله؟ آه تو آشغاله دیگه خوب نگاه کردی. این آشغاله؟ خوب نگاه کنید شما ببینید باز این چماغ رو ازت میخرم با جاش ازت میخرم. با جاش چماغ. این چماغ نیست. این وسیله کار منه. وسیله صدا برداریه. مثلا خواهش صوت بفرمایید. وسیله کارمه. این چند اینا چند قیمت بدید. شما اینو میگید اینا ارزشی نداره. اجازه بدید. شما ارزشی نداره دیگه. گفتی ارزشی نداره. اصلا بی ارزش. مداره اینو نگاه کن. نه همه الکترونیکی. الکترونیکی چیه؟ چند این خود این چند. اصلا به اونا کار خود این چند. بگم چیه روی چند. بابا آقا مگه هندونه است وزنش میکنی؟ مگه پرتغاله؟ این الکترونیکیه. چند؟ الکترونیک پنج تیکه از پنج تومن ازت میخرم دیگه. یک دو سه چهار پنج شیش ببخشید شیش تومن ازت میخرم. دونه هزار تومن؟ دونه هزار. پیشنهاد دادی منم پیشنهاد میدم. شما یه میلیون تومن. یه میلیون؟ یه میلیون تومن خریدم. نه نگفتم یه میلیون. 900 همه رو بردادم. 900؟ 30 تومن ازت میخرم. سلام. سلام خوبی؟ ممنونم. حالا چرا اینجا قرار گذاشتی؟ دلیل داشتم. چه دلیلی؟ اینجا تابلو هست پس جای تابلو یه گم نمیشیم. حالا چی کارم داشتیم؟ عرض میکنم بگذاریم حالا. پوله. این پولا برای چیه؟
اینو لطف کنین از طرف من بدید به افروز خانم. البته مبلغ قابل توجهی نیست، ولی امیدوارم بتونه یکی دو تا از زخمای زندگیشونو چی میگن التیام ببخشه دیگه. ببینم وسایلتون که نفروختین. اونقدر وسیله دارم که کار آقای واشقانی رو راه بندازم. لطف میکنید اینو. ولی من فکر نمیکنم قبول کنه. قبول میکنه. مطمئنی؟ نه. الو. 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 کجایی؟ تو کجایی آقا؟ من تو پارکم. من هم تو پارکم. کجایی پارکی؟ بابا همین جلوی پارکم دیگه. تو کجایی تو الان؟ کجایی کجایی دقیقا؟ پارکم بابا همین جلوی پارکم. تو اینجایی؟ بچرخ ببینم اینجا چی کار کنی؟ با چی شد الان؟ یه چی دیگه الان ردیفش کنم. اشبر بله آقا. بری راش بندازید، راش بندازید. کجا بود اشمت؟ بیاید من را بندازید، بعد برید اون را بندازید. بودو چشم آقا. آقا بده پایین. به اونجوری نم. بله آقا. خوبه 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 خوبه. فری برو را بنداز، برو را بنداز. خوبی آقا؟ آره. بگیر 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 با اجازه. بودو ای بریم هراشی آقا. اشتباه کرده، تو هم اشتباه کردی که ازش گرفتی. منم اگه از تو بگیرم اشتباه میکنم. ببر بهش پس بده. این پول هیچ مشکلی از من حل نمیکنه. حتی انقدر رو احساساتم تاثیر نمیذاره که مشکل اونو حل کنه. دیگه حالم داره از هرچه قهرمان بازیه به هم میخوره. به خدا اون نمیخواد قهرمان بازی در بیاره، فقط میخواد به تو بگه که چقدر دوستت داره. همین. دوستم داره؟ چه غلطا. تو هم داری میشه این مامانتا. بنم کن با اونایتا. اینو نفروزی نیست که من میشناختم. آره من عوض شدم، بزرگ شدم، یاد گرفتم سر خودم کلا نذارم، چجوری نبگم، یاد گرفتم یه سری چیزا رو نباید دید مثل بقیه که منو ندیدن. افروز این کارو با خودت نکن. تو 4 روز دیگه داری وکیل میشی. من نمیدونم تو چطور میخوای از حقوق دیگران دفاع کنی. ای پس اگه بگم بله هر چی شما میفرمایین درسته، همه چی درست میشه، اون وقت من وکیل خوبی میشم؟ تو داری به خاطر یه مشکل کوچیک با کسی ازدواج میکنی که همه میدونن چه کار است. بابا چی کار است؟ من خودم دیدم که به بچه کنار خیابون قضا میداد، همون بچه‌ای که شما حتی نگاهشون هم نمیکنی. چه قیمتی؟ این که جنساشو رد کنن و قرصاشو بفروشن. سرتو اینه کپک نکن زیر برف. من خوب میدونم که تو میدونی داری چی کار میکنی، ولی امیدوارم اینم بدونی که این راهی که داری میری تنها راهی نیست که مشکلاتو حل کنه ها. لطفا برای به کرسی نشوندن حرفات بقیه رو بده نکن. همین. خواهش میکنم تو هم برای که به هدفت برسی دیگران تبرئه نکن. اون پارکی که انقدر اصرار داشتی مامانت بره اونجا تا حالش بهتر بشه، همون جایی که امسال کامبیز که انقدر داری ازش دفاع میکنی تخم مرگ پاشیده اونجا. در ضمن اینم بفهم که هنوز خیلی‌ها هستن که تو رو بیشتر از خودشون دوست داشته باشن. آنا سلام. آه. نه باز باید کمی نیم. باید کمی نیم. چیکار باید کنیم؟ باید تا. برا حالا بگیرم. دست من در میگیری. باید سب نورا. دست من در میگیری. باید سب. باید سب. باید سب. باید سب. باید سب. بازه تو اومدی تو شمکر دفعه آخری دوش اومدی ها نزم جور من نزم با چاکر شما سلام خانم ما که علیکم سلام دفعه دفعه آخری دوش رو ببینم چهارت هم داداش ببینم بایست تو نامد بایست تو بایست یک دو سه یک دو سه
آمد. وایستا نه مرد، دستم بهت برسه من میدونم با تو. وایستا چطوری؟ وایست چین بینیم بابا چیه؟ ببینم مگز کش واسی سنگ مرداشتی بزنی در شیشه یا آقا کامپیز. دستم به خدا آقا کامپیز بزن سرشو با سنگ میشکنم. نه با چونه شما؟ شانس آوردی آقا اشبت نبود و الا دو شقت کرده بود. اونم بود سرشو میشکندم با سنگ. آره ببین مگز کش باید به هم بگی واسی میخواستی شیشه آقا کامپیز بشکنی. به آقا کامپیز در طرف من بگیم اگه باید دور این خانم افروز رو خط بکشه بلا حالشو میگیرم. ترسیدم مگز کش لرز ترسید داد میزنم ها ترسید. دیدی ترسیدی؟ برو برو لام کن لام کن چی میخوای از جانم دور از جانم لام کن بالا تو بالا کارت بالا بفرم دست شما درد. ببینم خانوم این همه مورد ما دیدیم، خونه دیدیم، مسکن دیدیم، مثلا این مورد آخری که آقا رضا مار هیچ کدوم مورد پسند شما واقع نشد؟ راستشو بخوای نه، آخه میدونید اونایی که خوب بود به پول ما نمیرسید، اونایی دیگه هم خب به کلاسمون نمیخورد. نصف بیشتر این قرصا به تعداد نگفتن ما توی زندگی بستگی داره. یعنی چی؟ شما هر چی بیشتر سخت بگیری تو زندگی و نبگی باعث میشه بیشتر فرصتها رو از دست بدی. خب چون فرصتها رو از دست میدیم فکر میکنیم شکست خوردیم، اون وقت پناه میبریم به این قرصا که از دست خودمون خلاص بشیم. البته من همیشه تو زندگی نه نمیگم. بس که خیلی حرف زدم نه؟ نه بریم. شما خودتون رو توی خونه حبس کرده بودین، حاضر نبودین حتی آفتاب رو ببینین. چقدر بهتون التماس کردم برین پارک، گوش نکردین. همه زندگیتون شده بودین چهار دیواری که اونم از همون میگیرن. خب چی کار باید میکردم؟ من یه بار برای یکی تصمیم غلط گرفتم دیگه بسه. شما مادر منی، پس بذار برات مادری کنم. ببین مادر جون، من و تو میتونیم سالها توی اتاق کوچیک با هم زندگی کنیم، با اونایی که دوستشون داریم، با اونایی که معنی دوست داشتن رو میفهمن. قربونتون. حالا میریم برای حرکت بعدی. حالا یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خیلی خوب، حالا میریم برای حرکت بعدی. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. سلام.
ها. حالا ادامه میدیم، بریم برای حرکت بعدی. 1 2 3 4. فرق نمیکنه که کی باشی و چی باشی یا چند سالت باشی، وقتی که به اینجا میرسی دیگه حرف نمیتونی بزنی. پس چرا میخوای خودتو مجبور کنی؟ خیلی چیزا هست که دلم میخواد بهتون بگم. منم خیلی چیزا میخوام ازتون بشنوم. تک تک اینا حرفای نگفته شماست. با این حال حرفای نگفته زیادی دارم. همش فکر میکردم اگه تو رو پیدا نکنم چی کار کنم. حالا دیگه پیدا کردی و خیالت راحت شد. حالا تنها نگرانی فقط اینه که یه روز دومتون. ببین عروس خانم، ما یه خونه نقلی داریم که توش برای هممون جا هست. بدم برای قرمه سبزی خونه یه ذره شده. بلد این درست؟ بله. گلای زیبایی، چه حسن انتخابی. چی اسم این گلا؟ میخک. میخک بله، خیلی زیباست. فقط همه رنگ، اینا همه رنگشون هست. شما خیلی گل نمیخره. خیلی بفهمید. بیا دیگه خانم، چرا نمیاد؟ آوردمش که باهاش آشنا بشی. رفیقمه، همراه همه. گفتیم که با اجازه تو باشه. جای مادری تو که نمیتونم پر کنم. اومدم ایشالا که همسر خوبی براش باشه. خدا رحمتشون کنه. خدا هم باز شما رو هم بیاره. ببین آوردمش که ببینیش. رفیقه، گفته میمونم. فقط آوردم بهت خبر بدم که بدونی چه اجازه بدی چه ندی میخوام باش عروسی کنم، چون دوستش دارم. هر چقدر که تو بد اونق و اخمو و بد اخلاق بودی، این مهربون و خوش اخلاق. نمیخوام جای پدری تو بگیرم. خیلی خوب، حالا نمیخواد اونایی رو که من گفتم تو بگی. همین که دیدت کافیه. بریم. بفهم. به افتخار دو عروس و دو داماد یه کف قشنگ بزنیم. چلوشا از فردا بابا چی تو میشه؟ بابا شما از فردا چیکاره منی؟ بابا مگه مهمه؟ معلومه که مهمه بابا چی؟ بابا چیه؟ شو پدر شوهرته. بابا چه فرقی میکنه پسرم؟ یعنی دو ماده عزیز. فرق میکنه. از فردا هم بابات هم پدر زنته. تو هم پسرشی هم دامادشی. مادرت هم مادر زنته، هم مادر خودته. زنت هم عروسشه، هم دخترشه. پس به افتخارشون بزنی. یعنی از فردا آقای کیوان هم شوهرمه، هم پدر شوهر دخترم. والا یک هفته بگذره همه یادشون میره. چی یادشون میره؟ به افتخارشون بدست بزنیم. مهم نیست، مهم اینه که الان هر کدوم از ما پیش کسی نشستیم که دوستش داریم. این مهمه. مهمونامون هم خسته شدن، به افتخار خودشون کف مرتب بزنن. خلافکارا، ما خلافکار نیستیم. خلافکارا، ما گاز کش.
کن صحبت نکن. مهندسیته؟ مبارک نباشه. حرکت کن. مبارک باشه. ایشالله خیر نبینی. آقا خدا نکنه. نکنه نیروی انتظامی دست بده.